داستان زیبای بهرام و گلندام. روزی بهرام گور ساسانی با کنیزک چینی زیبای خود به شکار رفت و گور خرهای زیادی صید کرد. با آنکه تمام ملازمان به مهارت و استادی بهرام در شکار گور خر آفرین ها گفتند، معهازا از کنیزک صدایی بر نیامد و در مدح و ثنای شهریار ساسانی سخنی نگفت. بهرام مدتی تأمل کرد تا گورخری از دور پیدا شد و آنگاه به کنیزک گفت: میل دارم این گور را به هر شکلی که دلخواه تو باشد شکار کنم. کنیزک از روی ناز و تکبر گفت: اگر رزم‌آور و جنگ‌آزموده ای، سر و پای گور را به هم بدوز. بهرام گور تیری در کمان نهاد و به دقت رها کرد تا در گوش گور خر جای گرفت. حیوان بیچاره سم پای راستش را برای خاراندن به گوش خود نزدیک کرد تا تیر را از گوشش خارج کند. در همین حین بهرام تیر دوم را رها کرد و سم و گوش گور را به هم دوخت. بهرام از آنجا که منتظر تشویق آن کنیزک بود، بادی به قبقب انداخت و گفت: دیدی چگونه این کار را انجام دادم؟ کنیز گفت: آدمی در هر کاری اگر مداومت و ممارست کند، مسلماً ورزیده و کارآزموده خواهد شد. آنچنان که گویند کار نیکو کردن از پر کردن است. شاه چون این سخن را شنید خشمگین شد و کینه او را به دل گرفت. پس به سرهنگی که در التزام رکاب بود فرمان داد آن کنیزک جسور و فضول را گردن بزند. کنیزک زیبا چون خود را در چنگال عجل و چنگال سرهنگ گرفتار دید، به حالت تضرع در آمد و از او خواست که در قتلش عجله نکند. بعید نیست که شاهنشاه روزی از کرده خود پشیمان شود و او را که بی تأمل اجرای فرمان کرده مورد خشم و عتاب قرار دهد. کنیز از او خواست که جانب احتیاط را داشته باشد و او را نکشد. کنیز گفت: قول می دهم کاری کنم و تدبیری بیندیشم که بهرام گور نه تنها خشمگین نشود، بلکه تو را بیشتر از پیش مورد تفقد و نوازش قرار دهد. سرهنگ در مقابل پیشنهاد کنیزک تسلیم شد و او را در قصری که در خارج از شهر داشت سکونت داد تا پنهانی در زمره خدمتکاران کار کند و هویتش را مکتوم دارد. این قصر سر به فلک کشیده 60 پله داشت و کنیزک از همان روزهای نخست گوساله‌ای را که تازه از مادر زاییده شده بود بر دوش می گرفت و روزی چند بار به بالای قصر می برد و پایین می آورد. گوساله بر اثر گذشت ایام و لیالی رشد کرد و بزرگ شد، ولی چون به دوش کشیدن و بالا بردن آن همه روزه چندین بار تمرین و تکرار می شد، لذا رشد تدریجی گوساله تأثیری در دشواری حمل و نقل نداشت. کنیزک چون موقع را مقتضا دید، به سرهنگ تکلیف کرد که روزی بهرام گور را به هر طریقی که ممکن باشد به این باغ و قصر 60 پله بیاورد. سرهنگ چنان کرد و روزی که بهرام به شکار گور خر می رفت، او را برای چند دقیقه استراحت و تمدد اعصاب به باغ قصر زیبایش دعوت کرد و مخصوصاً داستان کنیزک و بردوش کشیدن گاو عظیم الجثه و بالا بردن از قصر 60 پله را شرح داد تا شاهنشاه ساسانی را تمایل و رغبت تماشای این صحنه دست داد. پس بهرام گور به باغ آمد و کنیزک زیبا در حالی که روی خود را پوشانیده بود در مقابل بهت و اعجاب بهرام و ملازمانش گاو را بردوش گرفت و بدون ذره ای احساس خستگی و ملالت خاطر آن را از 60 پله به بالای قصر برد و بازگردانید. بهرام به روی خود نیاورد و گفت: می دانم چگو به این عمل خطیر و شگرف دست یافتی.
این گاو را از زمانی که گوساله بوده بر دوش گرفته و به بالای قصر بردی و چون در این کار از تمرین و مداومت دست نکشیدی، لذا رشد گوساله در تصمیم و توانایی تو خدشه و خللی وارد نساخته. وگرنه خودت بهتر می دانی که این از قدرت و زورمندی نیست، بلکه مولود تعلیم و تمرین و مداومت است. کنیزک زیبا که به انتظار چنین سؤال و استدلالی دقیق شماری می کرد، بدون تأمل و در لفافه طنز و تعریض جواب داد: شهریارا، اگر زن ضعیف الجثه گاوی را بردوش بگیرد و به بالای قصر شست پله‌ای ببرد، اعجاب و شگفتی ندارد و مولود تمرین و ممارست است. ولی اگر شاهنشاه سم و گوش گورخری را به هم بدوزد، نباید نام تعلیم و ممارست بر آن نهاد. بهرام گور به فراست دریافت که این همان کنیزک زیبای چینی است. پس در کنارش گرفت و از آن چه گذشت عذر خواست. سرهنگ را نیز که در قتل کنیزک شتاب زدگی نکرده بود، مورد تفقد و نوازش قرار داد. از آن تاریخ عبارت کار نیکو کردن از پر کردن است که از واقعه شیرین و جذاب بهرام گور و کنیزک چینی ریشه و مایه گرفته است، به صورت ضرب المثل در آمده و مورد استناد و تمثیل قرار گرفته است. اگر از این داستان لذت بردید، ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید، در کامنت ها برامون بنویسید من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره.